عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان نوشته است پس کو نتیجه آن همه نهج البلاغه که خواندی پس کو آن همه قول که دادی چرا جرأت نداری بعد از یک ماه که تو را انتخاب کرده ایم بیایی افشاگری کنی و همه چیز را بگویی چرا اینقدر منفعل چرا همین حالا که هنوز وزیر کشورت و وزیر ارتباطاتت همان وزرای دولت قبلی هستند دستور نمیدهی که گشت ارشاد را برچینند و فیلترینگ را حذف کنند و اگر نکردند ازلشان کنی؟ عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان در نامه ای خطاب به مسعود پزشکیان نوشته است رئیس جمهور فقط یک ماه عزیز انگار تو ایرانی نیستی تو نمیدانی که برای مردم ایران طراز سیاست مدار صادق و پاک و قدرتمند فقط امیر کبیر است و مصدق و موسوی؟ پس برای چه نشسته ای و دم فرو بسته ای؟ نکند در پشت صحنه با اصحاب قدرت بسته ای؟ محسن رنانی خطاب به رئیس جمهوری ایران گفته است آیا با وجود آن که اصلی ترین وزیرانت را زدند و مجبورت کردند همان که قبلا تو را برای مجلس و ریاست جمهوری رد صلاحیت کرده بود اکنون وزیر کنی و رقیبت را که خودشان برای ریاست جمهوری تاییدش کرده بودند حالا برای وزارت دولت تو هم رد صلاحیت کردند و یک نظامی اصولگرای حامی حصر و برخورد با حجاب اختیاری را برای وزارت کشور به تو تحمیل کردند و یک بروکراتیک چفیه انداز را که تازه اکنون دانشجوی دکترای دانشگاه دفاع ملی است گفتند بگذاری وزیر آموزش تو باز هم مانده ای که بمانی؟ مگر تو انصاف نداری که اینگونه حقوق ناشی از رأی مردم را به پای قدرت قربانی کرده ای؟ ما داشتیم گزینش پیران فرسوده و خونسایی را که در اطراف خود گماشته بودی و ارتباط تو را با دیگر یارانت قطع کرده اند کردیم که ناگاه با فهرست وزرایت شکه شدیم نه تو یا باید پای یک وزیر کشور اصلاح طلب تحول خواه می استادی یا باید پای یک وزیر آموزش و پرورش دانشمند و تحول خواه که نخواهد مغز بچه های مردم را با باورهای خام که ایمان سوز پر کند می یا آنکه همانجا اندل مجلس استعفا میدادی و با افتخار به خانه میرفتی تا ما دلمان خنک شود ما سال هاست خون جامعه من به کمبود هرمون های افتخارامیز امیر کبیر مصدق و موسوی دچار شده است فکر کردیم تو آمده ای تا این کمبود را جبران کنی چرا اصرار داری سپه سالار ناصری یا قوام سلطن پهلوی یا خاتمی ولایت باشی؟ مگر این قدرت چقدر مزه دارد که رهایش نمی کنی؟ پس کو نتیجه آن همه نهج البلاغه که خواندی پس کو آن همه قول که دادی چرا جرأت نداری بعد از یک ماه که تو را انتخاب کرده ایم بیایی افشاگری کنی و همه چیز را بگویی چرا اینقدر منفعل چرا همین حالا که هنوز وزیر کشورت و وزیر ارتباطاتت همان وزرای دولت قبلی هستند دستور نمیدهی که گشت ارشاد را برچینند و فیلترینگ را حذف کنند و اگر نکردند ازلشان کنی آقای پزشکیان آبروی ما را بردی امید ما را ناامید کردی هنوز رئیس جمهور نشده رفوزه شدی ای کاش می که در ایران رئیس الوزرای عاقبت به خیر فقط کسی است که یا در حمام رگش را بگشایند یا با تبعید به روستا دقمرگش کنند و یا در حصر گرد مرگ بر سر و رویش بپاشند امروز سهرگاه دوشنبه که دارم این متن را می نویسم خیلی به حالتو تو گریستم. چند بند بالا ذهنیت اکثریت امروز جامعه ایران یعنی بخش بزرگی از رای دهندگانت و بخشی از تحریمی هاست که خیلی خلاصه برایت نوشتم گریستم چون ما تو را فرید دادیم ما به تو رای دادیم چون نیاز به قهرمان داشتیم و چون رفتار و گفتار تو جوری بود که ما احساس کردیم این همان قهرمانی است که میتواند برود و حق ضایع شده تاریخی ما را ظرف یک ماه بستاند پس به صندوق ها حجوم بردیم مسعود گرامی میدانم که بین دو تیغه قیچی مردمی رنجیده و حکومتی ناسنجیده گرفتار شده ای و این آغاز مصیبت است چهار سال آینده را اگر دو طرف بگذارند بمانی مصیبت خواهی داشت اما بمان و این مصیبت را بر دوش بکش که ایران نیازمند است تو تنها رئیس جمهور ایرانی که باید چوبه دار خود را بر دوش بکشی چون دیری نخواهد گذشت که هر دو طرف به خون تو تشنه خواهند بود از یک طرف طبقات آرمانی یک نسل ناسبور و از سوی دیگر تعصبات ایدئولوژیک یک نظام حکمرانی ناتوان اما مغرور اما تو بمان که آینده پر ابهام و گذرگاههایی سخت در پیش داریم و وجود یک رئیس جمهور متعادل در آن شرایط سخت از نان برای ما واجب تر است میدانم که حکمتی داشته است که هنوز بعد از یک ماه که از انتخابات گذشته با مردم خودت صحبت نکرده ای میدانم که حکمتی داشته است که برای انتخاب برخی وزرایت مقاومت نکرده ای من تا کنون شما را از نزدیک ندیدم اما از همین دور میفهمم که برای قربانی شدن آمده ای نه قربانی کردن و اگر غیر از این باشد همه ما باخته ایم خبر دارم که کاندیداهای طراز اول خانه ها تو را فقط به خاطر تحسنی یا امضای بیانیه یا نوشتن نامهای در گذشته های دور رد صلاحیت کردند اما صبور باش و بمان و چوبه دارت را بردوش بکش و با گام های آرام و کوتاه به پیش برو ما چاره جز این مسیر نداریم نه این نه سیاست را میشناسد و نه تاریخ میداند و نه این حکومت خلاقیت استقلال اندیشگی و قدرت کوبنده این نسل را میفهمد بنابراین هیچ کدام زبان هم را نمی دانند و خطر همینجاست. تو بمان چون به تو نیازمندیم. ما به بازیگران سیاسی صبور پوست کلفت که فحش بشنوند ولی عصبانی نشوند و تحقیر شوند اما قهر نکنند شدیدن نیازمندیم. ما با کمبود مفرت صبر و کمبود مفرت آهستگی و کمبود مفرت آدمی روبرویم که آمده باشد که آبرویش را بگذارد و برود نه اینکه آبرویش را با خود به خانه یا به حصر ببرد و در عجبم از حکومت که با امواج بحران هایی که در همه حوزه ها آفریده است و به تنهایی قادر به حل هیچ کدام نیست به زبان پزشکیان را حمایت می کند اما در عمل کاری می کند که اعتماد مردم را به او نابود کند آیا حکومت می داند که ملتی باید قیام و همراهی کند تا شاید دولت بتواند برخی بحرانهای خلق شده در چهل سال گذشته را مدیریت کند؟ بدون این قیام ملی برای حل بحران ها افق دیگری در برابر ما نیست حکومتی که اکنون در یک مورد بحرانی 20 هزار مگاوات کمبود برق دارد در حالی که تمامی فرصت ما را در یک ربع قرن گذشته برای تولید فقط یک هزار مگاوات برق اتمی در نیروگاه بوشهر سوزانده است معلوم است که با همان اندیشه نمیتواند از این امواج بحران عبور کند پس باید متوجه باشد که سرمایه اجتماعی پزشکیان باید بماند تا بتواند بحرانی را حل کند تیشه به ریشه خیش زدن تا کی آی حکومت مسعود را هر روز میتوان در میدان شهر به فلک بست اما این کار را نکنید نه به سود شماست نه به سود ملت چرا که مسعود امروز هم نماد حکومت است هم نماد مردم به این سرمایه بزرگ چوب حراج نزنید آنچه در بخش دوم گفتم حرفهای یک معلم توسعه بود که مسئله امروزش نه دموکراسی نه ایدئولوژیست نه اصول است نه اصلاح طلبی بلکه مسئله اش پایداری و امنیت ایران و سپس توسعه آن برای نسل های آینده است اما من یک کنشگر توسعه خواه ایرانیم که درباره سرمایه اجتماعی مطالعات و مقالات بسیار دارم و با هزاران دانشجو و کنشگر کشور در ارتباطم. هم. همه دلخورند. همه احساس میکنند شما معامله کرده اید به ویژه آنکه آن, آن پزشکیان سخنور بیش از یک ماه است با مردمش بی پرده و مستقیم سخن نگفته است بیم آن می رود که آن امید و سرمایه اجتماعی عظیمی که در این دو ماه خلق شد به یک باره تبخیر شود و خسارت این برای امنیت و آینده کشور دهها برابر خسارت بمباران نیروگاه اتمی بوشهر توسط اسرائیل است. شما برای تحقق شعارهایی که داده اید و آنچه گفته اید در کنار حمایت حکومت نه تنها به حمایت 16 میلیون رای دهنده خود نیازمندید بلکه باید بتوانید حمایت بخشی از ایرانیان تحریم کننده را هم به دست آورید وگرنه آنان که با رانت قدرت فربه شده اند و اکنون با رانت ثروت همه را میخرند یک لحظه به شما اما نخواهند داد. چه کسانی امروز با این ترکیب کابینه شما بیش از همه خوشحالند؟ تندروهای داخلی به علاوه براندازان خارجی و تقریبا بخش اعظم رای دهندگان به شما دلخور یا خشمگینند و این بسیار نگران کننده است پیشنهاد نچندان دشوار من این است که اولا با مردم و نمایندگان جوانانی که شما را حمایت کردند رو در رو سخن بگویید و دست کم برای پاسخ به بخشی از دقدقه ها نام چند وزیر را از مجلس پس بگیرید و برای این وزارتخانه ها سرپرست بگذارید آنگاه چند ماه فرصت دارید تا وضعیت دولت خود را ارزیابی کنید و شرایط را بهتر بسنجید و در تعامل با جامعه و حکومت گزینه های تری را بیابید. بیگمان خداحافظی احتمالی محمد جواد ظریف می به موج خداحافظی های تازه دامن بذارد. اگر شما از اختیارات خود برای تغییر گزینه برخی وزارتخانه ها استفاده کنید، ارتباط خود را با بدنی دوستداران به ویژه جوانان حامی خود مجددا برقرار و ساختارمند کنید از یاران صادق خود در برابر مجاهدان شنبه و سایر فشارها حمایت کنید همه طرفداران صادق شما در کنار شما میمانند و به طبع آن مردم نیز امیدوار خواهند ماند محسن رنانی در پایان نوشته است آقای دکتر پزشکیان من 22 سال پیش گرفتن پست و مقام دولتی را در این ساختار سیاسی برای خود حرام کردم و تا کنون رعایت کردم با درخواست شما بدون هیچ مواجب و منفعتی سه هفته به تهران آمدم و شبانه روزی با شورای راهبری همکاری کردم و به خانه برگشتم اگر هیچ اثری از عزم شما برای حفظ سرمایه اجتماعی خودتان پدیدار نشود ما نه تنها کمکی نمیتوانیم بکنیم بلکه ممکن است مجبور شویم بابت همان سه هفته همکاری هم استغفارنامه نامه بنویسیم همه ما منتظر گفتگوی شما با مردم و تصمیم شما برای حفظ دستاوردهای انتخاب چهاردهم هستیم